بسم الله الرحمن الرحیم. احمدان عزیز سلام. روین عزیز هستم از چنل یوتیوب افغانستان اچ دی. دوستان عزیز، پانتون کابل قرار داریم و انشالله در کتابخانه پانتون کابل در برنامه شوق و علاقه جوانان چقدر به کتابخانه و مطالعه است که جزئیات بیشتر از زبان خود محصلین میشنویم. در داخل کتابخانه مرکزی پانتون کابل قرار داریم و با جوان که نو ایشان تحصیل میکنن صحبت های میداشته باشیم. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. قربانتان، اسمتان چیست؟ اسمم زیبالله رحمانی هستم، از ولایت بغلان، محصل پنجه طب مالجوی پانتون تیبی کابل. ماشاءالله. سمستر چند تان هست؟ سمستر ششم هستم، سنف سه. سنف سه. و امتحان ها شروع شده هنوز یا نشده؟ بله، امتحان ها شروع شده دیگه. طبقی که دجیجون هستین تقریبا سه امتحان ما دادیم و امتحان ها نصف شده دیگه. امتحان ها نصف شده؟ بله. بسیار خوب. کدام کتاب شما فعلا مطالعه میکنین که ما مزایم به وقت تان شده؟ نه، خواهش میکنم مزایم چی؟ دیگه داخل امروز تنفسی است، چون امتحان داخل داشتیم میخواستم آمادگی بگیرم به خاطر امتحان. دیگه فعلا امروز تنفسی را میخوایم بخونم، داخل امروز تنفسی. بسیار عالی. باز امتحان چقدر وقت زمان در بر میگیره تا تمام شود؟
خب تقریبا تایم امتحان ما معمولا یک ساعت می باشه که طبق معمول در چهار تایم طبق پانتون تقسیم خود به ما تنظیم کردم امتحان میتیم دیگه. این امتحان ما تایم سوم 11 تا 12 یک ساعت تقریبا امتحان میتیم. شوق و علاقه جوانان فعلا به مطالعه در کتابخانه مرکزی کابل چقدر است نسبتا به گذشته و فعلا؟ خب اول ما میخوایم راجع به این که گپ بزنیم که اهمیت مطالعه در زندگی فردی و شخصی یک انسان چی است و ای که فرزند مطالعه به خاطر ساخت یک جامعه چقدر اهمیت داره، اینو میخوایم صحبت کنیم و روشن بسازیم. قسمی که خودمون در جریان هستیم در قهقرای امروزی که کشور ما قرار داره و ما جوانا قرار داریم، تنها راه بیرون رفت از این قهقرا و از این امیدیا مطالعه و رساندن خودم جوانا میباشم. در صورتی که یک انسان یا یک جوان دراک شد و خودش فهمید که بتوسط این مطالعه خود رسوند به جایی، هیچ مفکوره و هیچ ایدئولوژی و هیچ فکری بالاش تاثیر کرده نمیتونه، چون خودش تحلیل و تفکر کل چیز داره دیگه. تنها رای ازی که مثلا شخصیت ساخته شوه، جامعه ساخته شوه، مطالعه میباشه. خب الحمدلله شوق مردم نسبت به سابق و علاقهشون خوبتر شده و امکانات را که امروز ما در پانتون کابل داریم، نظر به محیط آرامش، نظر به امکانات خوبش و ای که به ما کمک همکاری میکنه، کارمندایشون ما را خوبتر تشویق میکنن و بهتر است، امید بیشتر پیدا کردیم نسبت به سابق به خاطر مطالعه و ایگه. بسیار زیاد تشکر. و پانتون کابل و کتابخانه مرکزی چقدر امکانات داره به جوانان کتاب، یعنی چقدر کتاب به دسترس شما قرار داره فعلا؟ خب ما دقیقا معلومات ندارم، مگم طبقی که میبینیم از منابع مؤاخذه متفاوت کتاب ها دیگه موجود است، جوانان ملاقات دارن و هر کتابی را که بخوایم در دسترس ما قرار داره و میتونیم مطالعه بکنیم. بسیار زیاد تشکر زیبولا جان عزیز. یک سوال در ذهن من گشت، شما گفتین در سمستر یا مسلکتان طب معالجه فکر میکنم طب معالجوی و فعلا پانتون کابل شما چی فکر؟ پانتون کابل خب اینجا امکاناتش خوب است، اونجا امکاناتش خوب است، مقصد اینجا سایش وسیع‌تر است دیگه، امکاناتش بیشتر است، از خاطر اینجا آمدیم. یعنی چی باعث شد شما باید پانتون کابل بیاین؟ امکاناتش، امکانات خوبترش، محیط آرامش دیگه. پانتون خودم رو امکانات خوبتر داره، خب اینجا محیطش خوبتر و باستر است از خاطر. بسیار زیاد تشکر رحمانی صاحب. میشه امو پیامتان به جوانا و کسایی که علاقه به درس ندارن؟ خواهش میکنم. قسمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایم، طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. طلب علم به خاطر تمام مسلمانان زن و مرد فرض میباشه و طریقی که ما میتونیم خود به علم به روشنی برسونیم تنها می طریقی مطالعه است دیگه. پیام مایی است که جوانان بین دست به دست هم بدیم و کشور خود از طریق علم و از طریق روشنی آباد بسازیم. ما به عنوان یک جوان دیگه راهی را نمیبینیم به خاطر ترقی و پیشرفت کشور ما، صرف اینی می را میبینیم که تنها زمان افغانستان و کشور ما پیشرفت میتونه که هر کس در مسلکش بهترین باشه، متخصص باشه و متحد باشه و تخصص تحد ما هم توسط این مطالعه و کوشش زحمت میشه دیگه. انشالله امیدوار هستم که کلمو دست به دست هم بتیم و به خاطر آبادی افغانستان کار بکنیم. بسیار تشکر رحمانی عزیز. خوش مزایم وقتتان شدم، امتحانم داشتین. شکر، خیر باشه. اما تنهای عزیز برنامه ما ادامه داره، انشالله مزایم وقت دیگر مسئولین میشیم، ما را تعقیب کنیم. امتحان عزیز عزیز، باز هم با یک محصل و جوان دیگر قرار داریم که ایشان مطالعه میکردن و ما با مزایم وقتشان شدیم که جزئیات بیشتر از زبان خودشان میشنویم. سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار زیاد تشکر. میشه اسمتان به همتان عزیز بگین؟ معراج الدین. معراج اسم یکی از محصل پانتون کابل ولایت میدان ورزک، پانزه محیطی زیست.
15 مو تزیست فعلا مصروف امتحان هستن فکر میکنم. بله امتحان ما شروع شده و 4 مضمون امتحان دادیم. بسیار جا تشکر میراد جان. هدفتون از مطالعه فعلا چی است با جوانو اگر واضح بسازین؟ هدف داده زکر زمانگا در غزین کورانه سیدی در خپل او خپل اولادونه در ساخت کرونه لپاره در یوی مری دوری در یوی دوری لپاره یو خپل زوند در خطر سر مخکوی او دوی در وره که تحضاب نسی مورو پلاری ورته تعلیمی نگانه در تعلیم زمینه نبرابره وی او یا هم که در زین اقتصادی مشکلات ی هغه د اقتصادي زیات مشکلات سره مخ دی او په دې خاطر د غوس د هدف د تعلیمي لاغه نه دوی ډیر شاته پاتې دي او خوشبختانه زمونږ هیوادوال اوس تعلیمي تعلیم لپاره ډیر کوشش کوي چې دا اوس ورته مخه کړې ده او ان شاء الله چې د الله رضا وي او افغانستان به ان شاء الله د تعلیمي له نگاهه په هر بخش کې ښه راځي او مونږ کوم خپل مسولیت په هر بخش کې کو که په تعلیمي کې وي او که په سیاسي کې په هر بخش کې اوسي باید مونږ خپل هیواد ته خپل ملت ته او خپل خدای ته مونږ مسؤول اوسېږو. داسې نه چې زمونږ دغه یتیمان هم په مونږ باندې مسولیت لري چې مونږ د دوی حمایت وکړو او د دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړو که هغه تاجران اوسېږي او که دولت اوسېږي او که خپله مونږ اوسېږو د مکتبو شاګردانو سره همکاري وکړو هم له د نورو کسانو له یتیمانو سره همکاري وکړو او کله چې د مونږ هدف مشخص وي خو او نیت ونه لرو که نیت مو صاف وي هغه ده ښه وترکه او که نیت مو صاف نه وي او خو د خپل جب ډکولو لپاره کار وکړو نو دا خو بیخي هغه د خپل ملت او خپل دین لپاره یوه ستره جفا ده. بسیار تشکر میراجدان عزیز. تاثیرگذاری کتابخانه مرکزی پانتون کابل چقدر تاثیرگذار است برای جوانان؟ د کابل پانتون کتابخانه سید په محصلینو باندې یا په ځوانانو باندې ډیر تاثیر کوي او الحمدلله د مرکزی کتابخانه څخه راځي هم یو زمونږ لپاره زیات امکانات برابر کړي که هغه د انټرنیټ وي او که د کتابونو وي او که د هر بخش کې کتابونه وغواړو د مرکزی کتابخانه مونږ ته برابر کړي دي او که څه ناڅه مونږ د اسې مشکلات خو ډیر دي خو خوشبختانه او له دې مرکزی کتابخانه مونږ ډیر راضي او الله دې وکړي چې زمونږ لپاره او راتلونکو محصلینو لپاره نور هم د خدمت وکړي او الله دې دوی زمونږ له سره نه کموي. بسیار زیاد تشکر میراج عزیز. خواستون از مسئولین کتابخانه چیز که باید چی امکانات دیگر فراهم کنه برای شما تا بیشتر بتونید مطالعه کنین و به قله بلند برسین؟ مسئولان سخم د کابل پانتون وختونه دا چې د کابل پندون مرکزی کتابخانه چې د غفزه نورم خټه کې چې د راتلونکو معاصرین یا نور کسان چې دي هغه دلته د زده کړې زمینه ورته برابر شي. بسیار زیاد تشکر میرا جان. پیامتون به جوانو چی است؟ پیام می داده چې د محصلینو څخه چې هغه دا ده چې خپل تحصیل ته د دمه ورکړي. داسې مونږ ځینې محصلین لیدلی دي چې ځان کامیاب هم کړي مصرفونه ورکړي د ولزیانو له لرې ولایتونو څخه دلته را کامیاب هم شي خو بیا هم هغه د نورو کسانو جای هم نیولی وي سی لیاقت هم لري هغه راسې فقط هغه د هغو جای هم ونیسي او بیرته بیا پانتون خوسې هم کړه نو دا کار دی ونه کړي او خپل تحصیل ته دمه ورکړي او خپل وجداني خپل کورنۍ مسؤلیت خپل څه چې د الله رضا وي او څه چې دوی نیت لري هغه په خپل نیت صاف باندې دي راسي دلته د تحصیل وکړي. زما هدف دا دی چې له محصلینو نه مې غوښتنه دا ده چې تحصیل ته دوام ورکړي او هېڅکله هم په نیمه کې تحصیل مه پرېږدئ که هر څوک بعضې هلکان دي چې تر دولسمه پورې مکتب وایي بعد هغه نه ځي شاقه یا هم لرې مهاجرت ته مخه کړي نو هم د هغې کې زیات هغه سره مخ کېږي مشکلاتو سره مخ کېږي. نو غوښتنه مې دا ده چې د مسؤولینو څخه له حکومت څخه سې څوک چې فارغان دي دوی ته دې د کار زمینه برابر کړي. زمونږ تقریبا شاید له زرو نه یا دیر زرو نه 15 زرو نه زیات زمونږ کدرونه علمي کدرونه وتلي اوسي او هغو دو هلته د هغو لپاره هېڅ نه امکانات شته نه هغو فقط د یو د کراچیوانۍ کې هلته په پردي هېواد کې مزدوري کوي د هغو هېواد ورته آباده وي نه خپل هېواد. غوښتنه مو دا ده د دولت څخه
تحصیلات عالی څخه سي دوی ته د خپل منځ یا د خپل رښتې په لیاقت باندې کوم رښتې نه فارغ شوی دی دوی ته د کار زمینه برابره کړي. په ځینې ادارو کې داسې کسان شته چې انجینران دي خو د انجینري په بس کې نه شته، په هغو په دا نورو بسونو کې لکه د اداري مالی په اقتصاد کې کار کوي، په وزارت کې کار کوي، یا هم د انرژي او د اوبو انرژي په وزارت کې کار کوي، یا د وزارت حوادث په وزارت کې کار کوي، یا هم په خپله تحصیلات عالي کې ځینې داسې اشخاص شته چې انجینري یا هم په دولس پسان یا هغه چارده پاس یا هغو ته بسونه ورکوي، خو هغو اشخاصو ته نه ورکوي چې د همغه بس مستحق اوسیږي. بسیار زیاد تشکر میراج الدین عزیز که وقتتان صرف ما کردین و از مطالب کم تشکر زنده باشین. تشکر بخیر باشین که برای ما وقت دادین و از ما اول ما را گرفت و ما مشکلات و یا چی ما را کردین یک جهان سپاس و خداوند چیزی که ارزو دارین با اون برسونیتان. تشکر برمان. سلام مجدد با جناب عامر صاحب نجیب الله صافی قرار داریم. ایشان عامر کتابخانه پانتون کابل هستند که جزئیات بیشتر از زبان خودشان میشنویم. عامر صاحب سلام. و علیکم السلام، خوش آمدید. بسیار زیاد تشکر که وقتتان را صرف ما کردین. تشکر همچنین از شما تشکر که شما آمدین به کتابخانه مرکزی پانتون کابل و از احوال گرفتن پانتون کابل، مشکلاتی که ما در پیش داریم و نیازمندایی که ما میخواییم که آن را پوره کنیم. و شما همچنان تشکر و از تمام همکاران شما که در اینجا تکلیف کشیدن آمدن. قربانتان. عامر صاحب، چقدر تغییرات فعلا در پانتون کابل آمده، در کتابخانه کابل چقدر تغییرات آمده و من در چند سال که گذاشته؟ خیر، تغییرات خو در پیش است انشاءالله که تغییرات میه، ولی که با مقام ریاست و وزارت ما مطرح کردیم تغییرات عمده که به خاطر محصلین و خدمت کتاب و خدمت کتابخانه شود، تغییرات یک نیاز به سافت‌ویر اینترنشنال که ما داشته باشیم و لینک هایی که با جهان باید داشته باشیم محصلین ما استفاده کنه انشاءالله که در پیش است و امید است که در سریع ترین وقت فعال شود و محصلین ما از آن استفاده کنه. همچنان ما تغییرات می خواهیم در کتابخانه که تغییرات ساختمانی است که مطابق به نقشه است و استفاده زیاد بیشتر شود از کتابخانه و همچنان مراجعین محصلین زیاد بیشتر داشته باشیم. طوری که شما شاید ملاحظه کرده باشین محصلین پانتون کابل و بغیر از محصلین از بیرون پانتون طبی و پانتون دیگر هم ما مراجعین بیشتر داریم. انشاءالله که تغییرات به اثر به خاطر استفاده از کتاب و مطالعه بسیار انشاءالله در پیش است. بسیار زیاد تشکر عامر صاحب. از عموما کتابخانه چند بجه باز میشه، چند بجه رسته میشه؟ عموما پیش از این سال 1403 کتابخانه در وقت رسمی از 8 بجه تا 4 بجه رسمی بود، باز تا 6 بجه 2 ساعت اضافه کاری داشتیم، ولی فعلا ما تقریبا چند ماه میشه که کتابخانه را از 7 بجه صبح تا 7 بجه شام کتابخانه باز می باشه. طوری که شما دیدین الحمدلله مراجعین بیشتر داریم و روزا امتحانات خوب زیاد میشه، بغیر از او هم مراجعین زیاد میه و کتاب استفاده میکنیم. بسیار زیاد تشکر عامر صاحب. میشه به ما بگین که مثال جدا از محصلین، آیا مردم عام میتونن مثال به پانتون بیان کتابخانه مراجعه کنن و مطالعه کنن؟ بله، ما میخوام مراجعین داشته باشیم، ولی فعلا فقط یک تذکره و کارت پانتون داشته باشه، ولی سافت‌ویری که ما ایجاد کردیم انشاءالله دو سافت‌ویر ما یک بخش داریم به محصلین خارج از پانتون کابل، از هر پانتون که باشه کارت عضویت هم برایشان میتیم و میخوام که بیای مطالعه کنه. بسیار زیاد تشکر عامر صاحب. چند نوع جلد کتاب فعلا در آرشیف یا کتابخانه وجود داره؟ کتابخانه ما چند بخش داره. بخش توزیع است که تقریبا کتابای تمام فاکولته که ما 22 فاکولته داریم کتابا موجود است. آن بخش توزیع کتاب استعاره به محصل به خاطر یک هفته و 15 روز استعاره میکنه و میبره خانه و یا لیله مطالعه میکنه.
بخش دوم دارم که بخش رفرنس میگه. بخش رفرنس کتابای نادر و است که باید وان را ما حفظم کنیم و استفاده هم شوه. در این بخش محصل می فقط در کتابخانه استفاده میکنه از کتاب ها و کتاب خارج از کتابخانه نمیتیم. بخش دارم که بخش مونوگراف هاست. مونوگراف های از سال 1340 و 1350 تا این روز محصلینی که فارغ شده پیش ما رکاردشان است که محصلین می استفاده از موضوع گیری و استفاده از این مونوگراف ها میکنه. همچنان بخش مجلات دارم که بخش مجلات تمام مجلات سابقه از زمان 1340 و 1350 و 1360 مجلات رسمی دولتی و غیر رسمی هم دارم. و بخش دیگه که بخش جدید است تقریبا چند سال میشه ایجاد شده بخش دیجیتال است. آن بخش ما میخوایم که کتابا و آثار قدیمی که ما داریم آن را دیجیتال کنیم و به شکل آنلاین به دسترس محصلین و مطالعه باشد. بسیار زیاد تشکر عمر صاحب. میشه در رابطه با اینکه فعلا از طریق اینترنت محصلین درس میخوان، این به منطقه ما زو عزیز مثال مثال چقدر امکانات وجود داره از طریق اینترنت؟ بله، اینترنت خو در این عصر یک ضرورت است و محصلین باید دسترس به اینترنت داشته باشد. طوری که برتان گفتم که ما یک سافیر را ایجاد میکنیم که دو مالنکای خارجی داشته باشند، ولی فعلا اینترنت و سهولت اینترنت ما که است تقریبا 30 پای کامپیوتر داریم که در خدمت محصلین ماست و انشالله در تغییرات ساختمانی که ما تغییرات را به پیش داریم و میاریم انشالله که کامپیوتر ما تا 90 پای میرسه و این بی کامپیوتر هم زیاد میشه و لینک های خارجی هم داشته میباشیم. بسیار زیاد تشکر عمر صاحب. میشه در رابطه به اینکه سطح رهبری و همکاری وزارت چقدر با کتابخانه مرکزی کابل است؟ در ریاست مقام و در رهبری شورا هم دسته چه در وزارت پوری طول پدی خوکتی چه کتابخانه به زمانگ در نړیوال کتابخانه کتابونه بکی زیاد مراجعین زیاد ولرو او څومره چې موږ کولای شو د خپل محصلینو لپاره خپل د مطالعه کوونکو لپاره سہولتونه ایجاد کړو، نو الحمدلله د مقاماتو نظر ډیر مطمئن ما ځکه چې موږ ته پوره اختیار راکړی دی او موږ ته د دې اجازه کړې ده چې موږ کولای شو څومره تغیرات راولو او لا ښه کتابخانه ولرو. دې کې هیڅ مشکل نشته او ډیر مننه کوم د مقاماتو نه چې دا اختیار موږ ته راکړی دی مکمل. بسیار زیات تشکر عمر صاحب. آخرین پیغام ته نمشنایم. د خپل وریم چې زه د کتابخانه امیر یم او د مطالعه په باب کې باید دوه مچ محصلین کتابخانه لپاره په خپل روزانه وخت کې وخت ورته کې کتابخانه ته راشي، د کتابخانه د ماحول نه استفاده وکړي او مختلف کتابونه وګوري. او لکه څنګه چې مخکې ما یادوري وکړه موږ سره دواړه فزیکي او د سافټ دواړه سہولتونه موجود دي او وکولی شي تر څو خپل علمي ذخیره زیاته کړي او د کتابخانه د سہولتونو استفاده وکړي. بسیار زیاد تشکر عمر صاحب. همچنان شما هم تشکر. همتان عزیز بسیار زیاد سپاسگزار هستیم تا ای که تا آخرین لحظات برنامه ما را همراهی کردین. دوست عزیز، ما همیشه خواست ماست که برنامه شوق متفاوت پیش ببریم. دوست عزیز، این بار در پانتون کابل قرار داریم و قرار داشتیم و در کتابخانه صحبت های با محصلین داشتیم که شما دیدین و شنیدین دیگه. انشاءالله از برنامه لذت برده باشین و امو خواست مشکلات جوانای کشور شنیده باشین. تو یک بار دیگر دوستای عزیز، ما روی نزی از چنل یوتیوب افغانستان اجدی خدمت شما قرار میگیرم. تمام شما دوستا رو بلای پاک میسپارم. شب خوش داشته باشید و روز خوش داشته باشید دوستای عزیز. خداحافظ.